سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارش سالانه خود در مورد استفاده جهانی از مجازات اعدام اعلام کرده که اعدام ها در جهان طی سال 2023 افزایش یافته است. این نهاد روز چهارشنبه 9 خرداد اعلام کرده است که در مجموع 1153 نفر طی سال 2023 در جهان اعدام شدند. این بالاترین آمار ثبت شده توسط عفو بین الملل پس از سال 2015 است که در آن 1634 نفر اعدام شده بودند. بر اساس بیانیه عفو بین الملل این آمار هزاران نفری را که گمان می رود توسط دولت چین اعدام شدند شامل نمی شود. این سازمان تصریح کرده که مجازات اعدام طی سال 2023 در جهان نسبت به سال پیش از آن 30% افزایش یافته است. 5 کشور چین، ایران، عربستان سعودی، سومالی و آمریکا بیشترین مجازات اعدام در سال گذشته میلادی را ثبت کردند. ایران 74% از اعدام‌ها و عربستان سعودی 15% را به خود اختصاص داده است. بر اساس آمار عفو بین الملل دست کم 853 نفر از جمله 24 زن و کودک طی سال 2023 در ایران اعدام شدند که نسبت به یک سال پیش از آن 48% افزایش را نشان می‌دهد. این نهاد بین المللی همچنین خاطر نشان کرده که شمار احکام اعدام صادر شده در جهان طی سال 2023 حدود 20% افزایش داشته است. دبیر کل عفو بین الملل تاکید کرده است که مبارزه این نهاد علیه این مجازات در جهان ادامه خواهد داشت. از آرش هنرور شجاعی پژوهشگر دینی و فعال و تحلیلگر سیاسی استاد حوزه و دانشگاه از برلین دعوت کردیم تا پیرامون این خبر تحلیل داشته باشد. آقای هنرور با سلام و عرض ادب و تشکر از شما، بفرمایید که دلیل استفاده از مجازات اعدام توسط حکومت‌های تمامیت خواه چیه و آیا گزارش‌های نظیر گزارش سازمان عفو بین الملل می‌تونه در بهبود فضای حقوق بشری نسبت به تغییر رفتار این گونه حکومت‌ها مؤثر باشه؟ بفرمایید. با عرض سلام و احترام خدمت شما و بینندگان عزیز. ممنون. ببینید، استفاده حکومت‌های تمامیت‌خواه از مجازات‌های خشن به ویژه اعدام برای اینکه در واقع هم یک قدرت نمایی بکنن و تسلط خودشون رو نشون بدن و هم که این باور سنتی رو دارن که ایجاد ترس و ارعاب در میان مردم، حالا چه در جرائم معمولی و کیفری و چه در جرائم سیاسی، موجب ترک اون جرائم بشه. در حالی که در به طور خاص در مجازات های جرائم سیاسی و مدنی و مواردی که مبارزاتی هست و به اصطلاح انگیزه شرافتمندانه وجود داره و نه سوء نیت مجرمانه، که قطعا بررسی ها و آمارها نشون میده که همچین کار کردی رو ضرورتاً نداره، بلو به حال بده یک مقدار موجب یک پیشگیری و یک درج فرقتی در حرکت‌های اجتماعی سیاه کنید. در جرائم کیفری هم اینطور نیست، یعنی اگر به اصطلاح قانون‌گذاران این کشورها نگاه بکنند به اینکه اون اثری رو که توقع دارند که از یک مجازاتی مانند اعدام بگیرند که ترک اون جرم باشه، نه، این اثر محقق نمیشه و بررسی های آماری زیادی این مطلب رو نشون میده. در این حال که بیتحصیل نیست، این گزارش های بین المللی با توجه به اینکه اعدام امروزه مجازاتی است که در کشورهای متمدن و پیشرفته کنار گذاشته شده و کسی حق سلب حیات از دیگری رو به هیچ عنوان و به هیچ بهانه‌ای نداره و چون این مجوزی وجود نداره، و اینکه فی المجموع حرکت جهان و روح زمانه بر علیه مجازات اعدام هست و این جزء موارد نقض حقوق بشر محسوب میشه، طبیعتاً گزارش‌های بین‌المللی و فشارهای بین‌المللی و شفافیت در مورد این آمارها و اینکه آمارها به گوش جهانیان برسه قطعاً تأثیر خودش رو میگذاره و هر حکومتی ناچار میشه به خاطر مذاکراتی که با کشورهای غربی دیگر داره و همیشه یکی از پیش شرط‌ها رعایت موازین حقوق بشر هست، تا حدی از این موضع کوتاه بیاد. بله آیه هنرور، با توجه به اینکه برخی از این کشورها اسلامی هستند
به نظر شما چه توجیهی نسبت به رفتارهای خود دارن و آیا تصور نمی کنن که این گونه مجازات ها در بدبین شدن مردم به اصل دین تأثیر گذار بشه؟ ببینید قوانین کیفری اسلام، حالا حدود هست، مثلا قصاص هست، فرض کنید اون مواردی که وجود داره در اسلام که در مورد حدود هست، که حدود که در اصل غیبت اصولا محل اشکال اجراش، به خصوص اگر موجب بدبینی بشه، و کلا هم الان راه به اصطلاح قانون و راه خیلی از حرام ها جدا شده، یعنی یک امر حرام لزوما یک جرم قانونی نیست و یک جرم قانونی لزوما یک امر حرام نیست. بنابراین همپوشانی کاملی بین حیطه های دین و شرع از این نظر وجود نداره. علاوه بر مشکل مسئله غیبت که اجرای قوانین کیفری در اسلام رو چهار مشکل میکنه و طبیعتا موقعی که این احکام مستند بخواد باشه به یک پشتوانه شرعی که اونها رو مشروع بکنه، طبیعتا اجرای این احکام موجب بدبینی مردم خواهد شد. بله، با تشکر از آرش هنرور شجاعی، پژوهشگر دینی، فعال و تحلیلگر سیاسی، استاد حوزه و دانشگاه، که از برلین دعوت ما را پذیرفتند و پیرامون این خبر تحلیل خود را ارائه دادند.